The artist 48 ساعت میگه 48 ساعت سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. اسم من آرمینه و امروز تو این ویدیو اومدیم چیکار کنیم. امروز اومدیم، خیلیاتون ممکنه که فیلم اسکوید گیم رو دیده باشین، یا اون بازی مرکب که خیلی ترکون خیلی دیده شد و مطمئنم که اکثرتون دیدی، من خودم دیدم، خیلی حال کردم، واقعا سریال خفنی، مگه ندیدین پیشنهاد میکنم حتما ببینین، ولی اکثرا دیدن. حالا امروز اومدیم چیکار کنیم؟ امروز اومدیم که نقاشی ها و آرت ورک های خفنی که از سریال اسکوید گیم از شخصیتاش کشیدن رو با هم ببینیم. ممکنه بگین دیر شد. حرفتون کاملا صحیح و متین و دقیقه. بریم اینا رو ببینیم و اینکه نمره میدیم از 1 تا 10 نمره میدیم و اینکه اسپویل هم نمیشه، نگران نباشیم. بیشتر قرار خود نقاشی ها رو ببینیم. فکر نمی کنم قسمتی داشته باشه که اسم چون نقاشیه، یعنی داستانه نمیاد بهتون بگه که نگران باشین از این بابت که ندیدین. آرت ورک های خارجیه، یعنی فکر نمی کنم ایرانی و اینام داخلش باشه، بیشتر برای خارجی است. بریم با هم ببینیم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ویدیوتون، اینکه همین الان کانال منو سابسکرایب کنید، کاری نداره، سفر یه کوچولو میکشی بالا، اون پایین قرمزی رو بزن تمام. حالا بعدش چیکار میکنید؟ نمیرید. بعد از اینکه سابسکرایب کردی کنارش یه زنگوله داره، اینم بزن. واقعا کاری نداره، کار 2 ثانیه است. اینو میزنی، من هر موقع ویدیو بذارم نوتیفیکیشنش برات بگید چشش برات میاد. همین پیج اینستاگرامتون نرو فالو کنید، آرت میک داد آفیشال، لینک بقیه شبکه‌هاشون تو دیسکریپشن هست. و اینکه اگر ویدیوام خوشتون اومدش حتما تو کامنت ها واسم بنویسین، اگرم دوست داشتین بگین شخصیتشو با هم بکشین، یه کارای ریزی با هم انجام بدیم. و همین سرچه درد نمیرم، بدون معطلی بزنید بریم سراغ ویدیو. اولین آرف آب اولین آرت ورک بریم با هم ببینیم. اوه با از این روبیکا میخواد بکشم. چی جوری خود این کار رو میکنم؟ من خیلی دوست دارم بدونم. شما اگه میدونین تو کامنت ها بنویسین، اگه کسی هم مهارتشو داره تو کامنت ها بگه. عجب چیزی شد، نمیدونم چه جوری این کار میکنن. یا از باری کلده خدایی خفم، خدایی قشنگ بود. نمیدونم چه جوری این کار میکنن، یعنی قبل از اینکه بخوان مثلا با روبیک در بیارن، اولا که اون درست کردنش که مثلا بگی آبی اینجا قرمز این سخته، قبلش چیکار میکنن؟ این میدونین تو کامنت ها بگین. مثلا قبلش میرن تو فتوشاپ پیکسلیش میکنم، بعد اونو پرینت. خیلی دوست دارم بدونم، اگه میدونین بنویسین تو کامنت ها. بریم سراغ بعدی. آها ببخشید، اینو 10 میدیم، واقعا خفن بود، نمیشد اصلا زیر 10. با مداده او خیلی خوب شد آقا. این همون، این میدین چه تکنیکیه؟ سیاسفید کار میکنن. عجب چیزی شد، اینو سیاسفید کار میکنن، بعد مثلا موشو یا مثلا من دیدم گوشوارشو مثلا زرد میکنن، بعد میزنه توی مثلا صورتش این زردیه، اصلا خیلی قشنگ میشه. چی میگی؟ این تکنیک نمیدونم اسمش چیه، ولی تکنیک خیلی باحالیه، خیلی قشنگ شد. یعنی اونو چون 10 دادیم، اینو 9 میدیم، چون 10 واقعا زحمتش بیشتر بود، اینو 9 میدیم. می فکر کنم حالت انیمیت میگن ایشونش، حالت اونجوری داره. آها آب رنگه، ببخشید. چه باحال خوناش هم داره میکشه. آب رنگ هم خیلی تکنیکه، من بلد نیستم واقعا، ولی خیلی تکنیک قشنگه. قشنگ مو شده در میونه. خیلی قشنگ شد. هم شد دیگه، نمره بدم. اون 10 دادیم، 9 دادیم، اینو چون آب رنگم هست 7 بدیم. اوناش هم کار کرد، خیلی قشنگ بود خدایی. خب بچه ها متاسفانه شارژ این تموم شد، ایرادی هم نداد. آره دور انداخت. چون موزیک بود، حالا بدون یعنی شما صدا رو فکر کنم دارین، من بدون صدا. بریم بعدی. اسکوید گیم فن آرت. اوه اینم خیلی باحاله، دیدین مثلا اول میکشم وسط اسکچ مانم، بعد مثلا یه حالت پاک کن یا براش میاد. اونایی که دیجیتال آرت کار میکنن اینو میدونن، یه وقتی میکشه تکمیل شده رو نشون میده. اینم خیلی باحاله، من ویدیوهای تیک تاک میبینم اینجوری کار میکنن. اینم 6 میدیم. بریم بعدی. چیه؟ استوریه. برگام خودکارام، چه حالی داشته خدایی.
فکر مثلا واو چه حال و حسه، فکر مثلا عکس بگیری اونم تو استوری، بعد حالا نمیدونم قلمو داشت نظرتون یا با دست کشی کن بشینی دونه دونه پوستتو بکشی یا لباس، ولی چه کار خلاقه خدا وکی خلاقیتی خلاقیتش خیلی خوب بود. بعد یک ظرف هم گره با اونو کرد، حالا اونه که فیلم سریال نیدن حالا ببینید نمیگم، این چتره رو کشید و خیلی خوب بود. این خلاقیتشون خوب بود، 10 میدیم خدا، ممکن نقاشی نهایی خیلی خوب نشه خلاقیتش خدای خوب بود 10. حالا نه بخوایم منصفانه بگیم 9 بدیم، چون 10 اینو 9 بدیم، اون 10 خوب خیلی فرق داشت. بریم بعدی دوباره، او اینو میخواد بگه زمون یارو دوباره. ببینید چه جوری اون کارو میکنه، خیلی سواله برام. ببین الان مثلا یه جوری درست میکنه که بعد میذاره کنارم صورت طرف در میاد، چه جوری واقعا. درگاه هیچ حرفی ندارم، 10 بی نظیر بود خدایی. او دوباره همون یاروه، این دفعه ببینیم کجا شد. اون موهاشو آبی کن ببینیم این چیکار میکنه. آها وایسا، چه باحال خدایی، چه چیزی شد. ببینین همون که گفتمه، این تکنیک این اسمش چیه؟ لندر آرت بکنم. من دیدم تو اکسپلور خیلی کاره باحالیه این شخص، اینجوری کلا سبکش اینه، میگم یه جا رو روشن میکنه و نورا میخوره تو صورت، اصلا اینور آبی اینور نارنجی، خیلی خفن. اگه دوست داشتین بگی یه بار اینو امتحان کنیم، خیلی واسم جالب، چون تا الان تکنیک رو امتحان نکردم، خیلی چیز جالبیه. مثلا اینجوری همه چی سیاهه یه جاهای نوره اونا میخوره، خیلی حال میده. اینم 9 بدیم، تا 10 هم میتونیم بدیم، اون 10 خب زحمتش خیلی بیشتره اون روبی کوینا، ولی 9 بریم بعدین. آیا اون دختر است که ماشاءالله خیلی هم خوششون اومده بود و دوست داشتن، فتبارکالله احسانا خاله. اوه چه قشنگ کشید اینو، خیلی خوشم اومد. اینو 8 بدید، چه بال گوگولی کشیده، کیوتن، خیلی قشنگه. 8. اینا صحنه های از سریال، اونایی که ندیدن حالا ببینین، اونایی که دیدن که میدونن این کدوم صحنه است. این کیه؟ اینو با اون ترکیب کنه. این کیه یارو؟ چی بود اصلا؟ آها ربطش داد به اسکویت، بد نبود، خلاقیتی نداشت. یه دوتا مستطیل، اون که تابلوه مثلثان، اینجاش هم خونی کرد، خیلی ربطش نداد، میتونست بالتر کنه، ولی چون چهره رو خوب کشید 6 نه 7 خوبه، 7 منصفانه است. بریم بعدی. اوه جالب شد، خیلی قشنگ شد خدایی، برعکس میکنم. نه خیلی خوب کشیده، اینم مثل اون یکی خوب کشید، اینم 8 میدید، خیلی خوب شد. نه اینو خیلی خوشم آمد. این چیه؟ ناخونه این؟ چیه این؟ نفهمیدم. استاب بن شما میخونده ناخونه فکر کنه، بزنیم آخرش چی میشه. صبر اومد بچه شرمنده. از این آخرش چی میشه؟ ناخونه ای؟ همرم داری میکشه، فکر کنم ناخونه، خوش بالون کس بگو که ناخونه. ناخونه این چیه این؟ نفهمیدم خدایا، ناخونه چه قشنگ بود، خوش بالون کسی که دستش اینو، فکر کنم هر انگشت این شماره، این یارو دختره، این شخصیت اصلی، اون دختره که فتبارکالله پیره مرده، فکر کنم انگشت اسکویت گیم، خیلی قشنگ بود. این آخه نقاشی نبود، اینو رد میکنیم چون نقاشی نبود، ما قرار نقاشی یا نمره بدیم. بریم بعدی. چی گفته؟ ایزی وی تو درا اسکویت گیم. آها عروسک اسکویت گیم رو میخواد بکشه، بهترین راه برای کشیدنش. ببینیم چه جوریه. اول یه مربع کشید، بعد یه بیزی، حالت بیزی کشید. چیه این شب توی اون داره؟ عروسکش نه توپول کشی؟ اینقدر لب داد او، یارو صورتش اینجوری بود، اینقدر لب داد. چرا؟ بریم بعدی آقا. روشش خوب نبود، 2-3 بود، خوب نبود، خوشم نمیاد. آقا روش قشنگی نبود، دریوری بود خدا وکیلی. چی نوشته؟ It took the artist 48 سال میگه 48 سال چقدر خفنه این، وای چقدر خوب کشیده اینو، این خدایی از 10 بیشتره، وای هم خلاقیتش خوبه هم خیلی هایپر رئاله، که سبک مورد علاقه منه هایپر رئال، خیلی خوبه، من هرچی بگم کم گفتم. بعد من چون با تفنگ اینا رو میزنم، بعد مثلا شیشه شکسته هر کدوم از اینا، اون شخصیت های فیلم، اون پیره مرده، اون زنه، خیلی قشنگ بود، مثلا نعیده بودم، خیلی خوبه این. 10 بیشتر بود، بیشتر میدادم 10. خب بریم بعدی.
آها نصفش عکس نصف ساعت شده نقاشی میکنه. آره یه دارم میگه نصفش نقاشی نصفش عکس. ببینیم چه جوری دارم میانه. آه حضرت عباس چه شعرو چه خوب داره بود. آه بلفت چقدر طبیعی شد. ببین اینه الان یکی بغیر از موهاش اگه اینو به یکی بذاره جلوی من خدا که نمیتونم تشخیص بدم این نقاشی یا این. بغیر از موهاش دارم میگم ولی نوهو ببین خیلی خوب در آورد. اصلا سخته دیجیتال آرت من خودم امتحان کردم دیگه الان که نقاشی هم اینجا هست خیلی سخته واقعا کار راحتی نیست. یه جاهایی ممکنه کارت سریع تر جلو بره واقعا سخته به اندازه همون با دست با مداد و اینا میکشی اندازه همون سختیشو داره. خیلی خوب در آورد. ببین بعدی او اینا خیلی بالیه دفترچه‌ای هستن ایران من ندیدم داره یا نه ولی اینجوری توشونه که پر میکنی خودشون یه جوری تنظیم شده آخرش نقاشی میشه مثلا یه شخصیت یه بازیگر مثلا این شد چه بال یعنی بالا چجوری اینو درست میکنه اصلا کاری نداره دیگه با نرم افزار همه چی میشه. من یه سری‌ها رو دیده بودم خودشون میکشن اونو من نمیدونم چجوری ولی اینا دیدم من دفترچه داره اصلا شاید نه با نرم افزاره ولی این چون رنگ‌آمیزی فقط خالی بود واقعا زیر 5 سه. چون خودش که نکشید رنگ‌آمیزی کرد فقط سه. اینا شخصیت های بد سریال هن کسی که ندیدن حالا میریم میبینین اینا بازیکنهای سریال رو سرویس کرد. چه باحال حالت باب اسفنجی پاتریکو اونم اختاپوسه خیلی خوب بود نه خلاقیت چیه موها کلاگیس گذاشته خیلی خوب بود این خلاق ببین خلاقیت خیلی مهمه حالا نقاشی اگه حرفه‌ای هم نشد اون خلاقیت خیلی قشنگ میکنه کار مثلا توی استایلای مثلا تو به سبک مثلا اسپایدرمن بکشید چون یعنی باب اسفنجی کشیده این چون خلاقیتش قشنگ بود 8 واقعا قشنگه خیلی باحال اون دو تا اون پایین وایسادن کلاگیس اون که خدا اون پوکر فیس بریم بعدی. او نگو که اینجوری قراره آقا یه نمیدونم سبک تکنیک میگن چیه جدید اومده اینجوری یه چوبه و سه تا مداد داره وسطی مداد وسطی رو میگیری میکشی بعد تو هنی که اینو میکشی اون یکی هارم داری میکشی نمیدونم چه جوریه فکر کن یه مداد اینجا یه مداد اینجا دستته یه مداد اینجا و داری اینو میکشی اونام دارن میکشن نمیدونم آخه بعد یه خیلی جالبه یه سریا میگن که یارو وسطی رو میکشه بعد میره بغلیا رو میکشه بابا بازم اونم سخته کار راحتی نیست که تو فکر کن مثلا اینجا که مدادو گرفتی بعد کچ کنی اون یکی رو کج یا این یکی رو بعد اصلا سخته ولی نها کنی این الان داره همزمان ببین صافه وگرنه اینجوری میشد وقتی صافه یعنی خیلی سخته. این تو اینستاگرام من اینو ندیده بودم یکی دیگر رو دیدم مثلا داره چونم یکی دیگر رو داشت میکشید اسکوید گیم نبود ولی این خیلی سخته من هنوز ندیده دهو میدم چون میدونم قراره خیلی چیز خفنی بشه. بریم ببینیم یا بلفز صورتو تموم کرد یا مصعب نجفر نو اصلا خیلی هم قشنگ در آورد شماره ها همین یارو بود دقیقا اینا اینستاش هم زده ایدیویس چون اینا کشیده We don't know how بیا داره خودت تیک تک هم داره میگه من نمیدونم چجوری داره اینو میکشه خیلی باحاله اصلا چجوریه واقعا نمیدونم سخته. خیلی خوب خیلی خوب 10 بیشتر از 10 بود میدادم ولی 10 بچه خدایی کارهای خفنی دیدین یعنی من حرفی واسه گفتن ندارم. دمتون گرم مرسی که ویدیو رو تا انتها دیدین. اگه دوست داشتین پارت 2 شم بسازیم چون خیلی ویدیوهای اینجوری داریم که فن آرت واسه اسکوید گیمه. اگه دوست داشتین تو کامنت ها واسم بنویسین که هر چه دوتا ویدیوشو واسهتون بگیرم نظرتون رو واسم تو کامنت ها بنویسین. ویدیو رو لایک کنین کانال سابسکرایب کنین زنگول بغلش هم بزنید اینستای منو یادتون نره فالو کنید artmin.official لینک بقیه شبکه اجتماعی دیسکورد و اینا تو دیسکریپشن هست. تا ویدیو بعدی می‌بینمت.